باشیم با یک ولاگ دیگه. امروز اومدیم یک کشوری که من خیلی دوست دارم، فوتبالشو خب دوست داشتم، خودشم الان عاشق شدم، به نام برزیل. در شهر ریو هستیم و ما اومدیم اینجا، یه تور خیلی طولانی داریم. اول میریم ریو، بعد میریم کوئاسو، بعد میریم جنگله آمازون تو رودخونش با کروز. خیلی سفر باحالی قرار بشه. ولی امروز اومدیم مجسمه مسیح رو ببینیم که خیلی معروفه، روی بلندترین نقطه شهر ریو ساخته شده و جزو عجایب هفتگانه دنیای مدرنه و شماره هفتش فکر میکنم و خیلی باحال دیگه. بعد جالب چیه، ما که می اومدیم خب زمستونه دیگه، الان ماه فوریه است، اینجا تابستونه و ما همچین داریم ترک میخوریم که اصلا نمیدونیم. و یه چیز جالب ترش اینه که موقعی که ما اومدیم ریو موقع کارناواله، برای همین خیلی باحال قراره بشه. امشب میریم کارناوال، فردا میریم، پس فردا میریم و اینا. و که شلوغ‌ترین موقعیه که توی این شهر شما میتونی بیای دیگه. خلاصه حدودا 3 میلیون مثل که توریست میاد برای کارناوال و بقیه سیستمایی که هست. هوا هم که خوبه اینجا چون معمولا بارونیه. حالا در مورد این مجسمه هم چند متر؟ 40 متر مثل که بالا زمین 40 متر. بعد حالا اینکه اینو چجوری ساختن که خودش داستانیه، ولی اینکه چجوری مصالحشو، چون این کوهی که این رو قلعه ساخته شده 700 متر بالای دریا، خیلی اینطوری هم هست اینطوری. بعد موقعی که ما الان اومدیم اینجا با ترن اومدیم بالا، خب راحت بود اومدیم، ولی قبلا که اینو میساختن اصلا ترنی وجود نداشته و کارگرها مصالحو میریختن تو واگن پول میدادن تا بالا. اتفاقی که افتاده این دومین درخواست ازدواجیه که اینجا انجام شد. بلند است که میان اینجا یاد ازدواج و داستانه بعدش میافتن. انشالله خوشبخت بشیم زیر مجسمه مسیح. الان این دومیه که ما دیدید ظرف 5 دقیقه. بزرگترین جنگلای ریو شهریه که توش بزرگترین جنگل رو داره تو کل دنیا، هم شهره هم یه جنگل خیلی بزرگ. این یعنی جنگل خیلی طبیعیه و که همون اصلا ورزشگاه ماراکانا که احتمالا تو استوریای صدف دیدین اسمشو به خاطر توتیایی که اونجا پرواز میکنن گذاشتن. ماراکانا یه نوع توتیه، اونا اون ورزشگاه. گردشه دید جالبه بدونین این سر مسیح چند بار عوض شده به خاطر سائقه. سائقه اینجا زیاد میاد و چند بار خورده به سر مسیح و عوض مجبور شدن عوض کنن، با هلیکوپتر مساله بیارن و دوباره بازسازی کنن. ¡Claro!
صبح رفته بودیم مسیح اون نشونتون داده بودیم، الان اومدیم اینجا. گوناگونی زیاده. بچه ها بوی چیه؟ بچه ها بوی چیه؟ برستن بوی هرنی ها گلام افتاد میشه فیلم گرفت. این راننده موتوریه گفت میشه فیلم گرفت. بچه هم امیدوارم عقب باشن. اگه نباشن یعنی منو داره میبره کلی هامو بزنه. آقا من
نمیدونم الان کجا، بچه ها هم پشتم نمیبینم، همه لختن اینجا. خدا رحم کنه اینا از یه جایی دیگه اومدن. چجوریه؟ من کلا داشتم. کلا چیه؟ کلا پرید. مهم اینه که الان هنوز زنده. من شما رو ندیدم از یه جا. گفتم آقا ما رفتیم تصفه اون رو بردیم. آره آره. اصرار داشت من ترک موتور نمیشینم. یه جا شد گفت دوربین رو قطع کن. چرا؟ بکنم رئیس هاشون بودم نمیدونم یه دفعه بعد گفت دوباره روشن کن. خیلی عالی. این هم از قابل هم ببین ما الان وارد یکی از این فابنه ها شدیم که اسمش چیه؟ ویدیگال. حالا به نظر میاد که خیلی آرومه و اینا، ولی واقعا آدم باورش نمیشه که اینا چجوری اینجا ها زندگی میکنن. بعد این بویی که اینجا میاد دیگه بوه رو نمیشه فیلم گرفت، ولی اصلا عجیبه این بو، انگار که مثلا کل زندگی تو توالت ایرانی نشسته باشی. ما داره میریم اینجا رو خوردیم و این هم ماشین برگشته. محله هم که خداست، یعنی واقعا یه چیز تجربه جالبیه، واقعا تجربه جالبیه. ماشین دیگه بهتری نیست برای برگشت. سلو مشتی ماشالله سالم میرسیم، استریو هم داره بچه ها با لنت بستن. Como aí, cara, deixa eu sair, amigo. Yeah, yeah, my friend. Beijo, bom, bom, badão. Hey, do sexo, só quando eu te cagar, não te imagina. Yeah. Aqui, what is he saying? I don't know. این ماشین هم لینگ میچی و لینگ تو اینا جمع کرده کلن. بهتر از این بود که میمردیم با موتور تو سر پایین. این سر عصبانی شد. من دیگه رو سخفش فقط جا نداره، چرا را نمیافته؟ خدا خدا رو شکر اومدن یه خانوار دیگه اومدن با دوستا بچه. من هم کجا میخواد جا بدیم آرام؟ من بچه کوچولوها رو میتونم بغل کنم. پارسا گشاد نشسته کشی نشینی کناره. من الان دارم فکر میکنم جلو به جای دو نفر من کنه سه نفر سوار کنم. دو نفر رو حذف میشه بابا. این پشت قیامتیه چیه مگه؟ اون مینی بوس که نشت هست داره هر دوید باز سوزه گرام میگه. یعنی هنوز مگه نرسه من یکی دیگه باید بیاد دو جا میگه زور بزن زور بزن این بچه ها رو ببینیم. وای خدا یعنی از این ماشین به اندازه یه بنز خفن پول دارم. نه بابا
وای میمونه رو ببین چقدر باحال آقا بعد بالاخره بعد نیم ساعت تموم شد نه بابا چرا 15 نفر توی من کوچولو وای اینا اصلا جناب بارزاد باراننده یعنی من نشستم جلو فکر کنم از همتون خوشبخت‌ترم خیلی خوشبخت تو 100 درصد اینجا که ما داریم خفه میشیم یه جوری The picture smile اینجا میگم موبایل خیلی زده میشه میخوام ببینم اگه زده بشه من فوتجش رو داشته باشم صداف اعتقاد داره موبایلش امکان نداره زده شه چون من انقدر صفر گرفتم اگه واقعا کسی بتونه اینو بزنه نوش جونش منم دوربینو کار گذاشتم 1 در 1000 برای محتوا میکنی آره حتی اگه به ضررمون بعد بخشیم سرت از این گروه هیچ کی نمیاد فاولا فردا میاد به این صورت اینجوری با موتور این ماشین رو به خود دستت نرو فداتم و یه نکته باحالی که اینجا به حال بود در گفت پارسای عزیز این که این ماشین و ماشین‌های از این دست عموماً ماشین‌های دوستی هن، اسخاطی هن یه گوشه افتادن اینا رو دوباره سرهم میکنن و ازش استفاده میکنن همین که هنو داره راه میره دمش کرد؟ آره یعنی یعنی کلن اینجوری خرید و فروش به اون صورت نمیشه دیگه هرچی هست اینا استفاده میکنن اینجا زوری استفاده زوریه آره ببین حتی کفتراشون هم بدبخت ها هپلی هست خیلی باید خیلی خیلی سیستم جالبیه تمام این جمعیت برای این مدنی که غروب ببینن یعنی تا چشم کار میکنه جمعیته چون الان غروب تموم شد انگار همه بازی تموم شد همه داره میرن یه سری تو آب میرن یکم خنک کنن خیلی عالی سفرات ما به برزیل دوم سوم شنبه است البته برای من چه فرقی آره شما که فرقی نداره ما بلاگین شما بلاگین استوری نیستی شما اون هایلایت مسافرت رو می‌بینید چه استوریا رو می‌بینید دیتیل و جزئیات این یه حالت کلی و توضیح نداره که روز چندم و کوچی و اینا آره نه اصلا چرا ما داریم فیلم بالا نه این بالا بایل کوپه نه آقا وسط کار رفت سنب کار رو بل کرد رفت
عزیزان ما اومدیم کوههای کله قندی رو اینجا ببینیم، یا شوگر لوف، که دو تا کوهیه که خیلی معروفه اینجا، حتما توی عکسای ریو دو جانیرو دیدین، منظره عجیب غریبی هم داره. اینم یه خلیجی اینجا که خب خیلی معروفه، اونم که مجسمه مسیحه. صدف توضیح بده راجع به هلیکوپتره؟ گفتن میخوای با هلیکوپتر بری یه دوری بزنی، گفتم ببین هلیکوپتره میره دور مجسمه مسیح میگرده میاد. نه اینو نیست که، این تو کنم دور این میچرخه. نه نه گفت مجسمه هست، گفت ولی اگه شما بخواییم با این بریم دیگه با ما نباید بیاییم بالا یه جورایی دیگه. ما با گروه میریم، همونم زمین خیال راحت فوق‌العاده قشنگه، حالا میریم بالا بیشتر میبینیم داستانو دیگه. رسیدیم بالای کله قندی‌ها، من با کوکوناتم همین الان رسیدیم بالا، چقدرم باحال بود. خیلی باحاله، این بالاش هم ویوی خیلی باحالی داره، هم همینجور که می‌بینین سوغاتی‌های اینجا رو داره، کلاً منظره و ایناست بیشتر. آخه شانسی ما آوردیم به خاطر هوا، به خاطر اینکه اینجا حالا درسته که خیلی گرمه، ولی اولا گرماش کشنده نیست، در حد فکر کنم 30 مثلا 7 8 درجه است اگه خیلی مثلا بالاشو بگیر، و اینکه ابر و مثلا هوا خوبه، بارون نمیاد، چون که اینجا با همین هوا میتونه 24 ساعت بارون بیاد و دیگه اون دیگه کثافت کاری، ولی الان همه چی خیلی خوبه، همه چی شفاف، ویو همه معلوم عالیه. بریم اینجا ببینیم چه خبره. خب بسته، بعد میگم که من متخ میکنه که چرا رد میشه، همینه که داره عکس میگیره. ایوانی خب ایوانی باشه، یه میلیون نفر که خودم نمیتونست وایسونه برای مجسمه مسیح که اون بالا، پایینش فاولای سانتا مارتا، یا هم فاولایی که مایکل جکسون اومد بود. اون